میرویس آریا مالک رستوران برگر مزدار اینجا با ما در سیدی هستن خوش آمده آقای آریا سپاسگزار هستم از شما بسیار خوش هستم که پس از دیر وقت دوباره پشت میز تلو نیوز هستم من واقعا پشت جای دق شده بودم که یک روزی از اینجا خودم برنامه اجرا می کردم خب ما از اینجا سوال شروع میکنیم که چه انگیزه باعث شد که شما از کار خبرنگاری کنار رفتین و آمدین یک جای به نام برگر مزدار ساختین ایجاد کرد؟ خب ما از کار خبرنگاری آنچنانی که از گزارش های اولیه که از کار ما تهیه شد کاملا کنار نرفتیم امروز شیوه های خبرنگاری تغییر کرده حساب های فیسبوکی صفحات فیسبوکی که در اختیار ما از خودشان یک رسانه هستند ما هنوز در حساب فیسبوک می نویسم هنوز در رسانه هایی که میرم صحبت میکنم به این مناس که هنوز ما در کار خبرنگاریم هستم ولی دلیل ای که ما به کارهای شخصی علاقه من شدم روی بیارم ای بود که افغانستان در یک حالت متفاوت تر نسبت به چند سال پیش قرار گرفته ما فکر می کنم حدود 15 16 سالی که ما گذشتاندیم یک حالت کاذب بود هم از لحاظ امنیتی هم از لحاظ سیاسی و به ویژه از لحاظ اقتصادی او زمان دیگه گذشته ما نیاز به ای داریم که در جستجوی کارهای کوچک و خرد باشیم در اجتماع خود که اینها آلت واقعی جامعه ما هستند بسیاری از جوانها از پروژه ها و دفاتر که در چند سال گذشته کار میکردن ولی در طول دو سه سال اخیر بسته شدن بیکار شده بودن ولی ننگ و شرم اجتماعی اینا را اجازه نمیداد که به طرف کارهای عادی مثل برگر فروشی، رستورانداری و ایچیزا و به این دلیل من خواستم که هم یک کار شخصی خودم را آغاز بکنم و ام برای جوانایی که مثل ما هستن مثل ما بک‌گراند کاری داشتن گذشته کاری داشتن نشان بدیم که حرمت و جایگاه کسی قرار نیست با انجام کار خدشدار شوه کار خودش مقدس است و ما میتونیم که هر کار را انجام بدیم با عزت و افتخار تمام هم را انجام بدیم هیچ چیزی هم از ما کم نشود بله کار شما از کجا آغاز کردین یعنی برگر مزدار چگونه تانست روی پای خود استاد شود تا این مرحله رو برسد؟ خب قصه ای که ما از کجا آغاز کردیم یک قصه بسیار طولانی است که فکر می کنم در حوصله بحث کنونی ما نباشه اما ما حدود یک سال پیش هنوز یک سال تکمیل نشده سال گذشته در 22 اقرب ما نخستین شعبه برگر مزدار را در یک جای بسیار کوچک در کارت چهار کابل افتتاح کردیم او زمان ما در هند مصروف درس های ماستریم بودم از اونجا کار میکردم با برادرایم و برادرایم افتتا کردن نخستین شعبه را و پس از اون که من برگشتم ما هم مشغولی کار شدم هنوز زود است که ما قضاوت کنیم برگر مزدار موفق است یا روی پای خود استاد شده ما هنوز در مرحله اول کار هستیم ادای روی پای استادن و موفقیت را نباید ما ای مرحله بکنیم ولی تا این چیزی را که باعث شد ما تا این مرحله را پیش بیاییم نگاه متفاوت و روی کرد متفاوت و مدرن ما نسبت به کار رستورانداری در افغانستان بود ما نقاط خالی در مارکت و بازار را نشانه گذاری کردیم دقیق و خواستیم این نقاط را پر بکنیم و با یک شیوه و رویکرد کرد تازه که تابعال در افغانستان خیلی به کار گرفته نشده کار ما را شروع کردیم و نتیجه کتاب حال گرفتیم ما بر ما قناعت بخش است ما می خواهیم بپرسم به خاطر از اینکه ما موافق نشدیم تا آنوز در رستوران شما بیایم و از طعم بچشم این برگر چقدر مزدار است؟ برگر به حد نامش مزدار است یعنی چقدر؟ خب میزان و اندازه شما وقتی که آمدن استفاده کردین باید خودتان ما میخوایم که تفاوتش چی با برگرهای دیگه که هستن خب ما تلاش خود را کردیم که برگرایی را که ما جور میکنیم در برگر مزدار اول ای که یک چیز نو است در افغانستان تا به حال را برگرره که در افغانستان ما داشتیم در رستوران های سنتی که فروخته میشد شد اینا برگرای وطنی بودن که ساسچ با چپس یک میشد. اما برگرای خارجی را برگرایی را که در سطح دنیا مطرح هست و معروف است کس در افغانستان رویش تمرکز نکرده بود به عنوان یک چیز حاشیه‌ای در بعضی از رستوران‌های فست فود یا غذاهای فوری وجود داشت اما به عنوان یک چیز اصلی نه ما خواستیم که همین کار را بکنیم این خلا را پر کنیم نخستین چیزی را که ما روش فکر کردیم یک چیز نو همین بود این نقطه را ما پر کردیم و پس از او تاکید ما بود که باید برگر ما نسبت به همه برگرهایی که در بازار هست متفاوت باشه هم در موادی که ما استفاده میکنیم باید با کیفیت ترین مواد استفاده بکنیم و هم در مزیش تا فعلا ما فکر میکنیم از رضایت مشتریای خود که برداشت میکنیم برگر ما نسبت به دیگرها خیلی متفاوت است برمیگردیم روی کاربارتان شما چه اهداف یعنی در آینده دارین که چقدر دیگه گسترش بدین این رستوران خب هدف ما این است که خدا کنه خودخواهی نشوه ولی خوب است که انسان ها خیال های بلند داشته باشند من میخواهیم که یک, روز برگر مزدار نه تنها در افغانستان بلکه بیرونتر از مرزهای افغانستان هم برگر مزدار حضور داشته باشه در هر جایی ولی بستگی به این داره که چقدر ما میتونیم موفقانه عمل کنیم چقدر مردم از ما رضایت دارن در صورتی که ما بتانیم کیفیت خوب ارزه کنیم بر مردم خدمات ما خوب باشه فضای ما متفاوت باشه مردم قناعت داشته باشن و با پیش میریم در غیر صورت اگر ما متوقف شویم کیفیت ما بد شوه خدمات ما خراب شود و نواوری کردن ما متوقف میشیم به همین دلیل ما و برادرای ما تمام کارمندای ما خیلی تلاش میکنیم که روز به روز های بیشتر داشته باشیم و کیفیت و خدمات خود بهتر بکنیم ما امیدوار که به اهدافتون برسین حالا میخوایم بپرسم که نگرانیایی که شما از او نایر... نگران هستین چی ها هستن و شما میخواین تلاش کنین تا به زودی رفت شود خب آ... ما از هیچ چیز نگران نیستم نه نسبت به آینده نگرانی دارم و نه هم نسبت به وضعیت امروزی من نگرانی دارم میدانم چالش ها خیلی زیاد هست مسئله امنیت شما میدانین که یک چالش بسیار بزرگ است ما هنوز پنج روز نشده بود که جایی را برای شعبه دوم خود گرفته بودیم تازه قرارداد کرده بودیم انفجار بسیار بزرگ در همین نزدیکی ها با وقوع پیوست و همه محل ما را خراب کرد و ایران کرد و ای یک چالش بزرگ بود احتمال چنین چیزهای دوباره هم میره ای یک چالش بزرگ است تا به حال چند مورد کارمندهای ما دوستهایی دوست هایی که در روی سرک ها فعال هستند اینا متوقف کردن اموالشان را گرفته خطرات همچینی دیگری هم وجود داره ولی اینا چالش هایی هستند که ما روزمره با او زندگی کردیم با او بزرگ شدیم بله، ما باید به عنوان یک نگرانی نباشه ما از سطح نگرانی باید بگذاریم بسیار تشکر